پرداختن به بسیجی هایی بود که به عنوان قاتلان محفلی کرمان به اعدام محکوم شدن. 20 شهریور 92 بالاخره بعد از حدود 11 سال دیوان عالی کشور حکم اعدام این افراد رو تایید میکنه و حالا در ادامه خواهیم گفت که این پرونده چه سیری رو طی میکنه تا به اینجا برسه. به خود موضوع اعدام قصد نداریم در این برنامه بپردازیم، هرچند که این روزا به ویژه آمار وحشتناکی از اعدام ها و اعدام هایی در ملأ عام حتی در ایران وجود داره. میخوایم به هویت این افراد بپردازیم و هویت کاری که کردن، قتل هایی که انجام دادن و چرایی طول کشیدن 11 ساله این پرونده. اینا عده بسیجی بودن در کرمان که بعد از اینکه یکیشون میره قم، پای صحبت آیت الله مصباح یزدی میشینه و وظیفه شرعی هر مسلمان در امر به معروف و نهی از منکر رو از ایشون میشنوه، برمیگرده کرمان و با بقیه گروهی تشکیل میدن که برن به زعم خودشون زنای خیابونی رو و همینطور قاچاقچیای مواد مخدر رو باشون برخورد بکنن. دست کم 5 قتل فجیع در پرونده ایناست. قبل از اینا هم البته موارد مشابه بوده است که در همین برنامه صفحه آخر همش پرداختیم. قتل‌های گروه قنات همون اوایل انقلاب توسط بشارتی و دار و دستش در جهرم، بعد در خمینی شهر، بعد ماجرای سعید حنایی در مشهد که گفتن 16 زن خیابونی رو به اسم وظیفه شرعی خفه کرده. همون موقع بعد از اعدام سعید حنایی انصار حزب الله مشهد برای سعید حنایی مجلس ترحیم گرفت و خیلی از آدمای سرشناس انصار حزب الله تو اون مجلس بودن و نشریه ندای ولایت مشهد حتما وجود داره همون موقع تیتر زد سعید حنایی شهید امر به معروف و نهی از منکر. همین امروزم آیت الله علم الهدا امام جمعه مشهد در خطبه های نماز جمعه با صراحت گفت مردم باید به صورت مستقیم وارد عرصه نهی از منکر شوند و با بیهجابی مقابله کنند. یعنی خب دولت اسلامی سر کاره و باید سازوکار قانونی بر طبق قانون همین دولت اسلامی براش درست بکنه، دست و پا بکنه. ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر درست میشه. این یعنی چی؟ یعنی برای مثال میان طرح ملی تذکر لسانی در سراسر کشور را میندازن. اجرای این طرح خب واجبه و در اجرای این امر واجب فلان امر کننده به معروف تو خیابون به یه خانوم یا آقای تذکر میده. خب هم که نمیگن چشم حاج آقا، اصلا معلوم نیست اون لحظه چه حس و حالی داشته باشن، ممکنه تغییر کنن یا با پرخاش جواب بدن، نتیجه میشود دعوا و احیانا کتک خوردن آمر به معروف از دست مردم عصبانی. بارها پیش اومده. رئیس قوه قضاییه چی میگه در این رابطه؟ دادستان‌های سرتاسر کشور موظفند با اراذل و اوباشی که با آمران معروف و ناهیان از منکر برخورد نادرست دارن حتما برخورد قانونی بکنن. دستگاه قضایی بارها از محکوم کردن قاتلان محفلی کرمان تو این 11 سال پرهیز کرده بود، چون بعضی قضات دیوان عالی کشور میگفتند و میگویند مقتولان همونطور که قاتلا میگن محدور و دم بودن، یعنی شرعاً قتلشون واجب بوده. قاتلای محکوم شده یکیشون علی ملکی است که میبینین با لباس آبی نشسته است، هیکل درشتی داره، پسر خواهر ابو حمزه فرمانده بسیج کرمانه. همه قاتلای این پرونده عضو بسیج کرمانن. 6 نفر رو به عنوان متهم اصلی بازداشت کرده بودن اول که 4 تاشون محمد حمزه مصطفوی، سلیمان جهانشاهی، محمد سلطانی و علی ملکی. 2 تاشون به اعدام محکوم نشدن چون به گفته غلامعلی ریاحی وکیل پرونده مداخلشان، میگه در قتل‌ها مداخله داشتن اما مداخلشان در حد معاونت در تهیه وسیله برای کشتن بود و به همین دلیل حکم اعدام برای اونها صادر نشد و تنها به چند سال زندان محکوم شدن. مهمان این بخش برنامه آقای امیر فرشاد ابراهیمی هستن، روزنامه‌نگار و عضو سابق انصار حزب الله. آقای امیر فرشاد ابراهیمی خوش آمدید به این برنامه که متاسفانه تلفنی با شما ارتباط داریم، از برلین آقای ابراهیمی با ما هستن.
آقای ابراهیمی، خواهش میکنم مقدمتا بفرمایید که با توجه به اینکه شما موضوع انصار حزب الله بودین و این قتل‌ها همیشه مورد حمایت انصار حزب الله قرار گرفت، این بسیجیایی که اول بفرمایید که این بسیجیایی که در کرمان محکوم شدن به اعدام، یا اصلا این گروه قاتلای محفلی، اینا کیان؟ سابقه شون چیه؟ بله، عرض سلام دارم خدمت شما و بیننده های برنامه تون. خدمت شما عرض بکنم که قبل از این که اصلا ما بپردازیم که اینا کی بودن، باید به قول معروف بریم توی اون حال و هوای همون سالهایی که این قتل ها انجام شده. قتل ها در سال 81 نقطه آغازش بوده، آغازین قتل ها بوده که اون ایام بعد از اون اتفاقاتی که حالا دوم خرداد 76 اتفاق افتاد و آقای خاتمی به روی کار اومد به عنوان یک دولتی که میخواست اصلاحات انجام بده و یه دولتی که به قول خودشون مردم سالاری دینی رو میخواست در کشور نهادینه کنه، یک شکاف عظیمی در حاکمیت به وجود اومد. یک طرف میشود گفتش که دولتی ها بودن، یک طرف حکومتی ها، حکومتی هایی مثل آقای مصباح یزدی، آقای جنتی و ارکان حالا مختلفه جناح راست. آقای مصباح یزدی توی اون زمان یک دیدگاهی رو نمایندگی میکرد که این دیدگاه در طول دو سال تریبون نماز جمعه دستش بود و میومد علناً بحث خشونت رو اونجا تئوریزه میکرد و با لعاب دین و چهره رحمانی دین عنوان میکرد. البته تمامی تلاش مصباح یزدی تو اون زمان فقط از طریق تریبون های نماز جمعه نبود. اینها اومده بودن یک حرکتی رو در بین نیروهای بسیج، حزب الله و قشر حالا بسیج دانشجویی، بسیج کارگری، یعنی به طور کل که در همه جایی که حالا الان همه جا می‌بینیم که بسیج دفتر داره، اینها اومده بودن یک بحثی رو به اسم اردوی ولایت را انداخته بودن. این طرح ولایت چی بود؟ طرح ولایت این بود که هر بسیجی، هر پایگاه بسیج، حالا اصلا کاری نداریم، مسجد، محله، کارخونه است، دانشگاه، یک سهمیه ای داشت. از اون سهمیه یه تعدادی رو بین 20 تا 30 نفر مشخص میکردن از بین افراد فعال اون پایگاه مشخص میکردن و میفرستادن 15 روز به اسم اردوی ولایت توی یکی از اردوگاهایی که نیروی مقاومت بسیج، سپاه یا نهادهای دانشگاهی داشتن. اونجا آقای مصباح یزدی و یا دانش آموخته های همون سیستم مصباح یزدی، مؤسسه امام خمینی، می اومدن آموزش میدادن. این آموزش ها شامل چند وجه بود. وجه اولش این بود که می اومدن راجع به امر معروف و نهی از منکر، وظایف ناصحین که بهشون میگفتن بعد این افرادی که اون دورهشون تموم میشد، اینا به عنوان ناصح امر معروف نهی از منکر شناخته میشدن، کارت، حکم، همه تشکیلات هم بهشون به صورت رسمی و قانونی میدادن که یعنی در حد ضابط قضایی اونا میتونستن عمل بکنن. این می اومدن به این ناصحین امر معروف نهی از منکر میگفتن که حالا امر نهی از منکر چند مرحله داره، وظایف شما چیه، چیکار باید بکنید. بخش دیگه ایش هم شؤون حکومت اسلامی بود، یعنی وظایف ولایت، وظایف حالا به قول خودشون کبوتران ولایت و یا بسیجی ها در این مقطع چیه. اصلی ترین داستانی که اون موقع اتفاق می افتاد، یعنی به عنوان مروج قرائت خشونت آمیز از اسلام در لعاب همون که خدمتتون عرض کردم، بحث اسلام رو می اومدن می گفتن. که حالا یک ور قضیه دیگر هم شما داشته باشید که توی اون زمان یک سازمان اطلاعات موازی شکل گرفته بود که این سازمان اطلاعات موازی قشر اعظمش نیروهای بسیج، حفاظت اطلاعات سپاه، انصار حزب الله، بسیجی ها و آخرش اصلا ما خیلی خوشبینانه هم برخورد میکنیم کسایی که فقط عرق دفاع از جمهوری اسلامی داشتن تحت عنوان لباس شخصی ها. حالا همینجا نگرش دارین، همینجا قبل از اینکه وارد این تشکیلات موازی اطلاعاتی بشیم، این اردوهای ولایت که 15 روزه بوده میگین، از چه سالی تشکیل شده بود و آیا هنوز وجود دارین اردوهای ولایت یا نه؟ بله بله، این اردوهای ولایت دقیقا از سال 77 شروع شد تا همین امروز که ما در خدمت شما هستیم ادامه داره، همچنان هم قوی تر و منسجم تره. یعنی همچنان همین برخوردهایی که هسته اصلی در واقع هویت اون اردوهای ولایت
که گفتین یکی دفاع از چون جمهوری اسلامی و یکی دیگر برخورد فعالانه امر به معروف و نهی از منکر هست، در اون اردو آموزش داده میشه و آدمایی که در اون اردو شرکت میکنن همین وظیفه رو در جامعه انجام میدن همین امروز هم. بله، حالا اگه بخوایم مثلا از همون از اون موقع گریز بزنیم برسیم به الان، اون موقع اینها ناصح قضایی بودن، ناصح امر معروف و نهی از منکر و ضابط قضایی بودن، بلکه امروز دیگه ضابط قضایی هم نیستن، جاری کننده احکام قضایی هستن. اون موقع ها اینها وظیفه‌شون این بود که با موارد تخلف مثلا مثل بی‌حجابی، مثل پخش مواد مخدر، پخش مشروبات الکلی، پارتی‌های حالا مهمونی‌هایی که شبانه می‌گیرن، اون موقع وظیفه‌شون بود که برخورد بکنن. برخوردشون هم این بود که می‌رفتن اینها رو بازداشت می‌کردن، صورت جلسه می‌نوشتن و اینا تحویل کی می‌دادن؟ تحویل کلانتری‌های محل مثل نیروی انتظامی یا بعد نیروی انتظامی می‌بود تحویل مراجع قضایی می‌داد. خب چه ارتباطی اینا داشتن و دارن با ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر؟ من خدمت شما میگم همین کاری که اون موقع اینا انجام میدادن، هر بسیجی ها در یک جا در پایگاه ها و ناحیه های خودشون یک قرارگاهی داشتن به اسم قرارگاه امر به معروف و نهی از منکر یا قرارگاه امر به معروف سید الشهدا. اما امروز آنچنان این قرارگاه ها تقویت شده که دیگه در این قرارگاه اینا نمیان صورت جلسه تهیه بکنن، بلکه در این قرارگاه قاضی مأمور نشسته، یعنی همونجا حکم میدن و میفرستن بازداشتگاه. حالا در بازداشتگاهایی هم که بعضی هاشون خودشون هم بازداشتگاه دارن، یعنی بین مثلا یهو میبینه که یک فردی رو در همین قرارگاه بین مثلا 15 روز تا یک ماه اینا در بازداشت خودشون هم نگه میدارن با حکم قضایی. حکم قضایی نه تو دادگاه انقلاب یا دادگاه عمومی، دادگاهی که در همون قرارگاه یک قاضی که اون قاضی هم همین دوره‌ها رو گذرونده و احتمالاً حالا مأمور به خدمت از قوه قضاییه است یا اصلا نه قاضی مقیم سپاه پاسدارانه، این کار انجام میده. حالا ما دوباره برمیگردیم به همون سالها، در چنین حال و هوایی که این اردوها برپا میشه و این افراد در قرارگاه‌های امر به معروف نهی از منکر پایگاه‌های بسیج هستند، در شهریور سال 1381 یک مسجدی در منطقه ارگ شیراز، یک پایگاهی که پایگاه عادی هم نیست، پایگاه ویژه و پایگاه خاصیه که حالا چرا خاصه در ادامه بهش میرسیم چرا، 6 نفر از این بسیجی ها که البته 6 نفر امروز ما میگیم 6 نفر، اون موقع چیزی غالب بر 20 خورده ای افراد متهم داشته این پرونده، از این 20 خورده ای چکیدش شده این 6 نفری که امروز ما داریم اینا رو میشناسیم. خیلی هاشون براءت گرفتن، خیلی هاشون منع تعقیب گرفتن و رفتن. یه سری از این افراد میان با همدیگه همقسم میشن، افرادی که حالا متشکل از خانواده های مذهبی هستن که اغلبشون هم ردهایی دارن به سیستم حکومت از نظر خانوادگی، که حالا شما هم فرمودید دیگه، پسر خواهر بسیج کرمان توشون هست، خدمت شما عرض کنم پسر رئیس ستاد امر معروف نهی از منکر توشون هست. این کیه پسر رئیس ستاد امر به معروف نهی از منکر؟ حمزه مصطفی به عنوان فرمانده پایگاه، پایگاه خدمت شما عرض کنم مقاومت بسیج شهید علی اصغر مولای، ایشون پسر خواهر فرمانده بسیج کرمانه. بعد پسر رئیس ستاد امر معروف نهی از منکر معاون این پایگاهی که انقدر این پایگاه خاص بوده، همین آقای محمد سلطانی قرار بر این شده که سربازی خودش رو تو این پایگاه بسیج بگذرونه از طرف لطفی که حالا پدرش بهش کرده. اینها میان همون جوری که تو دادگاه‌های دادگاه اولم گفتن علنا اعلام میکنن که ما در این دوره‌ها آقای مصباح به عنوان کسی که به ما آموزش میده و به عنوان یک مرجع تقلید علنا گفته، این چیزی که الان من دارم خدمتتون میخونم هم تو دادگاه عنوان شده و هم آقای مصباح در کتابش هم نوشته، علنا آقای خدمت شما عرض کنم حمزه مصطفی به عنوان فرمانده اون پایگاه و کسی که متهم ردیف اول این داستانه، علنا میاد این قضیه رو میخونه. صحبت آقای مصباح چیه؟ آقای مصباح گفته همونطوری که بدن احتیاج داره سموم را دفع کند و اگر دفع نکند انسان میمیرد، باید ما هم برای حفظ جامعه افراد مسموم را دفع کنیم. جاذبه همه جا به درد نمیخورد، با دشمنان باید دشمنی کرد و باید آنها را دفع کرد. این افراد میان همقسم میشن و میگن برای اینکه شهر کرمان رو از دیدگاه خودشون فساد گرفته، ما یک وظیفه سازمانی داریم
که همون در همون قرارگاه بسیجشونه و یک وظیفه دینی و شرعی بر عهده ماست که بیاین این کار رو انجام بدیم. آقای حمزه مصطفی متولد سال 60 که در اون موقع خدمت شما عرض کنم فرمانده پایگاه بوده و در دفتر فرمانده نیروی انتظامی کرمان هم ایشون آژدان فرمانده کرمان بوده و به قول خودشون سربازیش رو اونجا میگذرونده، میاد میگه برای بحث همین مبارزه با تهاجم فرهنگی و فساد و بیبندباری ما باید قربت الله، یعنی این چیزایی که من دارم خدمتشون میگم همه فکتایی که از تو اعترافاتشون در دادگاه موجوده، و قربت الله بیایم این کار رو انجام بدیم. این 6 نفر هم همه و بقیه قبول میکنن و به قول خودشون کلید کارشون رو میزنن. با چی میرن سراغ اولین کیسی که مورد نظرشون بوده. حالا این مقتولین باید ببینیم که چیا بوده. یکیشون هست به اسم مسیب، 20 سالش بوده و میرن اینو بازداشت میکنن و میارن و میگن که این مشروب فروش محله و این در محل مشروب پخش میکنه. استخاره میگیرن توی مسجد، استخاره میگیرن، خود آقای حمزه مصطفی میگه استخاره خوب اومد، ورش میدارن میبرنش یه جایی به اسم یه باقی به اسم هفت باغ تو محله کرمان، میذارنش توی چاله و اینو سنگسارش میکنن، با سنگ میزنن به سر کلش و اینو میکشن و همونجا هم خاک میریزن روشو میان. سال 83 که دادگاه تشکیل میشه اینا سرافرازانه هم وای میستن، دفاع میکنن و اعلام میکنن ما قاتل نیستیم، ما مجاهدین در راه خدا هستیم. حالا بماند که 9 سال بعد خود همین آقای حمزه مصطفی اعلام میکنه که اشتباه کردیم و میگه حالا که من بچه دار شدم میفهمم خانواده مقتولین چه زجری کشیدن و چه گناهی دارن. به هر جهت اولین داستانشون، اولین قتلی که انجام میدن همین قتل مسیب، البته بعدا خانواده مسیب یه دیه ای میگیرن در همین کشاغوس 10 ساله و رضایت میدن. میمونه حالا چی؟ میمونه 6 تا قاتل و 4 تا قتلی که اینا انجام دادن. یک هفته بعد از اولین قتلشون تو 29 شهریور 1381، حالا این جمع یه راز مشترکی هم دارن، هم قسم هم شدن و احساس میکنن کارشون هم، کار اولشون هم با موفقیت بوده، میان کار دومشون رو شروع میکنن، میرن سراغ یک کسی به اسم محسن کمالی 20 ساله که ایشون هم در کرمان میگن که دوباره شنیدیم. البته حال خدمت شما هست کنم هیچ وقت تو دادگاه در همه این کشاغوت قضایی 10 ساله هیچ وقت هم ثابت نشد که مسیب مشروب فروش بوده و یا در پخش مواد مخدر و یا مشروبات الکلی دست داشته. بعدم خود همین قاتلین هم میگن که آره ما اشتباه کردیم، فکر میکردیم. آقای ابراهیمی، آقای ابراهیم معذرت میخوام 3 دقیقه بیشتر نمونده وقت این گفتگو، خواهش میکنم بفرمایید که یکی دو تا سوال دیگر کلیدی در پیوند با این پرونده هست که شاید بینندگان همشون ندونن، از جمله این که در طی این 10-11 سال گذشته چند بار این پرونده به دیوان عالی قضایی رفت و چند بار دیوان عالی قضایی در واقع تایید کرد یا قضات تایید کردن حرف قاتلا رو، یعنی تا همین اواخر میفرمایید حتی یکیشون گفته ما اشتباه کردیم، ولی قاتلا که گفتند همیشه تاکید کردند که بله اینا محضر الدم بودن و شرعاً خونشون مباح بود. بله مثلا نکنید بنا به گفته خود قوه قضاییه در دولت در زمان حاکمیت آقای شاهرودی اون موقع گفتن، حالا که آقای لاریجانی اومده بعد از پرونده آقای کرباسچی، بزرگترین پرونده قضایی که جمهوری اسلامی طولانی ترین بررسی رو تا حالا بهش داشته این پرونده است. دلیلش هم این چیه که نمیتونن این حکم رو اجرا کنن؟ از یک طرف حالا اصلا نفوذ آقای مصباح یزدی و اون جریان حلقه حقانیه معروف رو در دستگاه قضایی ما اصلا ندید میگیریم که خیلی 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 پررنگ در این پرونده، اون رو ندید میگیریم. مسئله عمده اینه که خدمت شما عرض بکنم که یک، اینها علنا رسما خودشون و وکلای این پرونده، یعنی وکلای همین قاتلین اعلام کردن که اینها افراد سازمانی بودن. ناکنه همثلا آقای محمد یا عباسی که از همین متهمین پرونده علنا میگه من فرمانده عملیات بودم، فرمانده هم حمزه بوده و من اطاعت نظامی کردم
ضمن این که فتوا هم داشتیم، آقای مصباح یزدی هم گفته خب اگر جمهوری اسلامی بخواد بیاد این حکم اعدام اینا رو اجرا کنه، از یک ور دیگه میمونه که یک مرجع تقلیدی، یک کسی که در این حکومته، یعنی آقای مصباح یزدی فقط یه مرجع تقلید خاص، یک مرجع تقلید نیست، کسی که در درون این سیستم هست به عنوان لیدر فکری آقای خامنه‌ای در قوه در سپاه و بسیج، ایشون داره تئوری خودش رو آموزش میده. یعنی قاضی در یکی از این پرونده ها میگوید که ما از اون روحانی یعنی آقای مصباح پرسیده ایم که آیا شما فتوا دادید، گفته نه خیر من هم چیکاری نکردم و کلا تکذیب کرده. ناگهان این پرونده، اصلا اتفاق عجیبی که در این پرونده افتاده، معمولا احکامی که در دیوان عالی کشور یک بار به قطعیت برسه تموم دیگه. سه بار تا حالا این پرونده به دیوان عالی کشور رفته و این سه بار هم پرونده به دادگاه هم عرض برگشته و بل. دلیلش هم همینه، یعنی امیدی به با این توصیفی که شما میکنید دیگه پایان این وقتمونه، امیدی به ریشه‌کن شدن این اینجور قطعا و اینجور برخورد ها برای ابداً اصلا و ابدا اصلا امیدی به اجرای حکم ندارم. چه بشه که حالا بگیم که این حکم اجرا بشه؟ نگاه کنید اصلا نه مسئله اجرای حکم نیست، امیدی به اصلا ریشکن شدن اینجور برخورد ها. یک دنیا از شما ممنونم. با اطمینان 100% به شما میگم که این پرونده هم فقط چرا عنوان شد؟ به خاطر اینکه در سال 76 تو اون فضای حالا نسبتاً آزاد مطبوعات عنوان شد، وگرنه اصلا عجیبه که اصلا این اتفاقاتی که همچنان هم داره میفته. سپاسگزارم از شما. آن بشه. قربان شما. سپاسگزارم. ممنون آقای امیر فرشاد ابراهیمی از بهرام. زنده باشی. خواهش می‌کنم. پرده آخر. بعد از انقلاب دو تا صف بیشتر وجود داره. یا با اینی بر اساس این تفکر باید شعر بگی، بسرایی، بنوازی، بجنگی، یا همین مدلی که الان تجبیر دارن میکنن، ترغیب دارن میکنن، بچه‌هامون رو دارن میبرن برای این اساس زائقه درست کردن. بعد ناراحتید که چرا این وضع نابسامانی اینا، چرا همه لختن، چرا اینجوری شد اینا؟ برای اینکه رادیو رو که باز میکنی اینا، شبکه جوان دختره که داره صحبت میکنه اینا، عین بدکارهای جنوب شهر سابق اینها صحبت میکنه. چاک دهن باز اینها، خدا این چی شبکه جوانه؟ داره یاد میده دیگه اینها به بچه ای من. واسه همین میری دختر توی جامعه اینا بی چاک و دهن و بی پروا به نسبت به این براش عادی، این داره آموزش داره میده دیگه اینو. نمیفهمید، هیچ کسی نمیگیره اینو، هیچ صدایی بلند نمیشه. خیلی کی رو بگیریم؟ وزیر ارشاد رو. کجا هست اصلا اینا؟ گرفتار اینا. خودش میگه من 150 نفر نیرو فقط تو روابط عمومی دارم. اصلا جیگر نمیکنه بره دست بزنه به اون سیستم، بخواد اونا رو پاکسازی بکنه یا کاری. بقیش هم همش باید نوار پاره کنه اینا، افتتاح بلا اینا، افتتاح بلا اینا. تمومه دیگه وقت اینا. جیگر میکنه نیروهای دوره خاتمی و دوره هاشمی رو پاکسازی بکنه. چه جوری دوستان بایستی با این مافیا برخورد کنیم؟ میشه اصلا سوال چه باید کرد؟ تسلیم بشیم، تسلیم این وضعیت بشیم، پیرن سفید در بیاریم، بذاریم رو پشت بوم هامون آویز